سلام، ما در این برنامه عدالت برای همه باز هم سری به شهر شبرغان زدیم و در آنجا با خانم مغفرت صمیمی برخورد کردیم که وی مسئول دفتر سازمان حقوق بشر افغانستان در این شهر است. خانم صمیمی ما را با خانمی معرفی کرد که دو دختر خود را بر اثر سوختگی که از سوی دامادش به وقوع پیوسته بود از دست داده است. در ابتدا از این خانم میشنویم که زندگی خودش را چگونه سپری کرده است. نامزد که یک 14 ساله بودم، 14 ساله 15 ساله بودم. باز که تاک مرا آرسی کرده میگرم گفت یک 17 ساله 18 ساله شدم. 18 ساله شدم مکدم خانه پدرم نامزد بودم. یک دفعه در ایران رفت. باز از ایران اینم قسم عمل پیدا کرده آمد. این بالاخره از آرسی من 20 سال میشه که اینم قسم معتاد است. بسیار ایره دم پاکستان خودش ایره ما بستر کردیم، نمی شبرغان هم بستر کردیم. ده خانه خیر کم باشه یک 20 دفعه انداخته. اما قکدیم اما قد دیگه کلگی ایره تعدید میکرد، کلگی نصیحت میکرد، بیادرهای میکرد، بیادرهایش میکرد، کل قام خیش که ربیو نمیکرد که برازی نصیحت میکرد که تو امیر دیگر نکش، امیر ایلاک و امیزان اولاد تا مقصد ایره زندگیش آباد که میکرد. بالاخره ای نکرد دیگه ای. بالاخره ای نکرد. مقصد امیر خودش گپش کرده رفتی. ایش دیگه نصیحت کس را نگرفتی. اعتیاد شوهر این خانم منجر به این می شود تا دختر کوچکشان را در قبال پول ناچیزی برای رفع اعتیادش وی را به نامزدی دهد. این بالاخره دخترم یک 9 ساله بود. ایرا گرفت از بیادرم بیخبر، از کلاگ بیخبر، ایرا گرفت در قمای خودشان داد. ایرا یک قمای خودشان که داد، ماما وقتم رضایت نداشت. من گفتم دخترم خورد است، گفتم ایرا نته، گفتم وزن معتاد بود. ایرا داد ای بالاخره 7 سال نامزد استاد شد دختر. 7 سال نامزد استاد شدی دختر. باز وقتی که دختر کلان شد گفت ما گفتی بچه را قبول ندارم. گفت دختر پس از اینکه بزرگ می شود در ابتدا به ازدواج راضی نمی باشد، اما بعدن راضی می گردد. مادر دختر بر این باور است که خانواده داماد وی را تعویض کرده است. دختر گفت من قبول ندارم. بازی بچه شنید که مرا بالاخره دختر قبول نداره. باز دیگه مادرش آمد، خودش رفت آمد، هر چیز می آورد دیگه می کرد. منتهی یک دم دو کد آورده بوده برای ما. باز دختر مدانش بالاخره بیخی بسته شد. گفت ایره میگفت خواهش من قبول ندارم. میگفت باز میگفت هم دیره دم دو کرد. باز گفت مادر جان من آرسی من کتایم بچه بکنیم. گفت ایره دانش بسته شدی دختره. باز ایره آرسیش ما بالاخره ایره یک پیسیش کم تو میشه داد دیگه کرد. ما بسیارش یک غریب بچه گفت از پیسی از کل چیزش تیرم شدیم. ما باز تیر شده میره آرسیش کرد خوب خوشی کردیم دادیم. باز آرسی از ایره خوب خوشحالی کرد تیر کردیم. باز تیر که کده بودیم نکای از خب بسته شد. باز نکای از بسته شد باز بالاخره دیگه دلش باز سر شده رفت. دعا سر شد باز میگه دلش سر شد. باز اینا را خب ببینید در بین خودشان مخالفت پیدا کرد. در بین زن شوهر مخالفت پیدا کرد. یک وقت میرفتم خبرش میگرفتم میگفت که مادر میگفت از این مرا بعد میگفت مرا زندگیم کتی خوب تیر نمیشه. باز اما برش نصیحت میکردم خیر است میگفتم معتاد خو نیست مثل پدر داری. میگفتم بیچاره میگفتم غریب کار است میگفتم مرد کار میکنه هر قسم میکنه غریب میکنه. میگفتم روزگار تو را زندگی تو را تیر میکنه. میگفت او قسم نگفت هر دفعه نصیحت کردم میرفتم. اینه بالاخره یه قسم مناسبت از اینا بین خودشان خراب شده رفته. پس از یک طرف فقر گرسنگی دامنگیری مردم ما هست، از یک طرف که ضعف اقتصاد، از یک طرف بی سوادی هست. چون پدر هم معتاد بوده به ایران رفته بوده، وقتی از یک مامان پشت یک مامان اونجا رفته و در خانه کس نبوده و دختره که در سن خودی در سن سوارت ایره نامزاد میسازن درخت ازدواج خصوص نپانه که تکمیل کنه. بعد از مدت 7 سال که ایره به خانه بخت خود میره و بالاخره اینمی جنجال هست که از اینجا خلق میشه. یکانه هدف پروبلم هایی که اینجا هست، هدف
بعضی برادرای ما میست که به خاطر یک لقمانانی که بدست بیارن دخترای دیگه خود قربانی دیگه اولادای خود میسازن. اگر همین دختر کلان میشد سن خانی تکمیل میکرد و با خواست رضایتش خودش داده میشد، شاید این کارو نمیداد. یعنی یگانه بدبختی پرابلم که در جامعه ما وجود داره زیادتر والدین یا پدر مادرها چون قربان اولادای خود میسازن، یک اولاد خود بخیر دیگه بچم اچ میگیرن، زندگی از رو خراب میسازن تا که دیگه اولادی خود نجات بده از بدبختی، از فقر گرسنگی نجات بده. یعنی عامل بدبختی و احسن یعنی از این منشا میگیره. به خاطر اینکه حداقل از یک طرف ما اینجا کار نیست، به خاطر کار غریبی مردم در کجاها آواره میشن، به خاطر یک لومانان که به اولادشون تا مجبور است که اولادگیش قربان کنن. این حالتایی است که واقعا خیلی دردناک است. افزایش بی‌اعتمادی و مخالفت‌های زن و شوهر بالاخره منجر به این می‌شود تا شوهر نسبت به زنش بی‌حوصلگی کند و تصمیم می‌گیرد که خانومش را با یک توطئه شوم با آتش بکشد. بازی یک ننویم است، یک ازش برآمد مخبره جان خبر داره، یک مقصد جواب گرفتم قسمی که دگشت این ننویم که از کابل پیدا شد آمد و از کابل پیدا شد آمد بازی بچه در کدام قام خیش گفته که بالاخره این زن کتما دل نداره، یه را هم باشه از من جواب خدا میگیره. این تصادفی ننوی من پیدا شد آمد باز گفته که این زیبو از کابل پیدا شد آمد این را 100% دستو میکشه، از او کده یک کم پترول پرت و هموشه دختر خورد من میمانی گرفت رفته پترول پرت و یک گوگرد بزن در بطه بگو که یک دشمن از بیرون آمد مادر خانه خواب بوده گوگرد زد ما را اینم خسم درد داد رفت ما نفهمیدیم بگو باز گپ همو را کده باز دخترم میگه خواب بودم میگه یک میگه نمیفهم که چند بجه شب است میگه مقصد سر شب است یک نو دو ده بجه شب است میگه خواب بودم میگه یک وقت میگه یک چیز یخ در جانم خورد میگه شما همی رقم کده واس کردم با سهل کردم گفتم که میگه یک چیز یخ در جانم مثل باران آره میخوره چی باشه گفتم میگه باز شما از کده سعی کده میگم شوی میگه دم بوتل پترول میگه دم کل خانه میگم تو زده رایسته میگه باز من خیستم گفتم میگه که ای بوی تیر از کجا میگه گفتم میگه باز گفت که میگه تر آخرین شب دینه میشه از من تر میکشم باز من گفتم که میگه من چی گناه کردم که مرا میکشی میگه کار خراب نکرده باشم یک گناه خطا نکرده باشم تو چرا مرا تو سر به خود میکشی باز گفت که میگه نه تو برای من دل نداری اینه می آخر شد است من تو را مقصد اینه میشه میکشم گفت میگه باز میگه و باز میگه خیستم میگه در کل جای میگه پترول زده کل جای قایم کرده یک در خود شهرم قجا مانده که میگه برای میگه کل جای بالاخره قایم کرده میگه باز یک وقت خیستم میگه در یک دستش گوگرت است میگه امروش میگه تپ تلاش کرده میگه گوگرت ازش بگیرم افته تپ تلاش کرده میگه گوگرت میگه ازش میگه پریده و طرف رفت میگه یک سیاهش مان میگه یک دانه نخش مان میگه در دستش میگه همه تو میگه زد میگه دمی خانه انداخت میگه یک دفعه آتش میگه در روی خودش عمله کرد میگه اوی سوختم گفت میگه همه قجای در خودش مان در زنبر آمد میگه سر ما را محکم کرد میگه خودش در بیرو برآمد میگه ما میگه ارد خواران دمی داخل مانده میگه باز میگه گفتم یک دفعه میگه حمله کردم که میگه در بیرون برایم گفته میگه قریب که میگم برایم میگه باز داخل شدم گفتم که میگه اوی مرا خوارم در داخل مان باز پس آمدم میگه بسیار خاطر خوار خوردش زیاد تلاش کرده میگه لیافو را میگه مادر جان سرشه انداخته میگه لیافو میگه بطن میگه در گرفت لیافو نه هست دیگه کلش سه ماه میشه از آرسیش میگه همی که لیافو را مندازه میگه لیافو میگه در میگیره میگه بالاخره میگه هر چی کردم میره کشته نتانستم میگه باز خودم هم در گرفته رایستم میگه باز سعی کردم گیرم کشته نمیتونم میگه باز میگم تو یک شیشه بود میگه امرو یک ترمز زدم میگه شیشه بایدشت میگه باز از شیشه من میگه در بیرون بر آمدم باز چیغ زدم که میگه مسلمانی هست یا نیست ماخ کلک ما در گرفته گفته میگه باز از همسایا جمع شد میگه قرادارا جمع شد میگه باز کلکش آمد میگه در حکومت میگه زنگ زد میگه از طریق حکومت میگه نفر آمد میگه باز میگه ایتپایه آمد میگه باز ایتپایه آمد میگه خانه در گرفته راست میگه خوارم هم دم ما بین آتش هست چون از اول تا آخر من در جیون هستم همیشه که حادثه رخ داده بود مرا بر من تلفن کشته شده بودن که یعنی از طرف بازار خوشنطای فامیلی از طرف شوهرش سوختانده شدن من مصاحبه خود فردا یا صبح من مصاحبه خود انجام دادم که تا دیگه خواهرها و برادری که هستن و رسانه ها به تمیگی آگاهی پیدا کنن یه خوشنط آشکاری است که برای یک خانم سه ماه عروس
واقعا خیلی دردناک بود، چون که دختر به انتقال داده شده بود به شفاخانه مزار شریف. ما در شفاخانه بود، عمو شاو امرش ارتباط گرفتم و صدایش هم ثبت کردم که و علت انگیزه چی بوده. ما همه چیز از پیش گرفتم، گویا که به اثر خوشنطای شوهرش بود یک کوشش میکرد که این خانم خدا همیشه تعدید میکرده، لطکوب میکرده، یعنی گویا که خانی مادر تونه رو بلد به من فروخته. این می حالت های گمی گپا بوده که ایران خیلی اذیت آزار میکرده و همون شو هم که در خانی مادرش آمده بوده و پدرش در ایران بوده، میخواسته که با دختر خود گپ بزنه. مادرش به دخترش میگه که شو تو باش، پدر تلفن میکنه میخواد کمره تو صحبت کنه. دختر زیاد باعث میشه که میشه بوانه که تا امر پدرش گپ بزنه. این شوهر زی نمیمانه، ایره به جبران میبره به خانیش. حتما زمان که دختر که میخواد کمره پدر خود چون دیر وقت از ایران هسته گپ بزنه و متاسفانه بسیار به جگرخونی بازم به زدن کندن این دختر انتقال میتن. امو شو چون که میبینه که دختر جگرخون است، میگه تو مرا آوردی، من امشب امره با بی خود گپ میزدم، چرا این کار کردی؟ مگو میشد که من جربست به نشان صورت میگیره و شوار از این نصف شو میخیزه و ساعت 11 نیم بجه فکر میکنم در وقتا بوده دختر اینا خواستن و پترول ها میگیره و در بوتل در همه جای پاش میتو و چیزایی که مهمی که بکسایش بوده و را بیرون میکشه. زمان که دختر بیدار میشه، یخ که می پترول که در جانش میخوره بیدار میشه، میبینه که دست شوارش بوتل است و پاش میتو و گوگرت است. این همه امری چنگه ها میشه، گوگرت از پیش دیگه گوگرت ها تیتپرک میده میکنه و یک پلتی گوگرت در دست ازی شوارش میمونه. امور آتش میزنه و در روی خودش هم لامپای می پترول بروش میزنه، خودش هم میسوزه روش و خانمش که همی خوارک 6 سالی خودم برده بودم روی خود و این طفلک به خاطر طفلک زیاد تبتلاش میکنه اینه بکشه، شوارش خودم میکشه بیرو در روزه قایم میکنه که اینا خوب بسوزه. دختر یک دفعه خدا کشیده بوده که دوباره در روزه میزنه شیشه میده میکنه خدا به بیرو مندازه، دوباره که میبینه که خوارکش اونجا مانده چیخ زد پشت خوارش میاد، دوباره زیادتر میسوزه این خانم. تا زمان میسته که هیچ کسی حتی زن ایوارش و ننوش در اتاق دیگه هستن، حداقل امونا نمیه که اینا نجات نمیده، یک قدر ای بالایزی خوشنات بیده. در گرفته را اسم میگه باز میگه از طریق حکومت نفر آمدید پای آمد، میگه باز آتش خاموش کرد گل کرد، میگه بود از میگه حکومت خودش میگه خوار مکشیده من نمیفهم، میگه کل جایش سوختگی بود. باز میگه اینا قسم کرده، باز اینا شاد شفاخانه آورده بوده، باز میگه شاد شفاخانه آورده بوده یک خوارم همش خوارم که در ترمنقود و دواتن ما میرفته موتر از اونو چپه شده بیادرم شان کل اکشان در شفا خانه هستن، اینا تصادفی خبر نداره. یک وقت میگه بیادر میگه کل اگه ما در شفا خانه هستیم، میگه یک 12 بجه شب هست، میگه اینا رو میگه نه، میگه زخمی هاشان دوخته و دیگه کرده اینا رو نه آرام کردیم، میگه بیادرم گفته ما گفته خیلی همینجا دراز بکشم، گفته همینجا میگه دزیرم کمپل آور کرده دراز کشتیم، میگه یک وقت میگه چه غفیق شد، میگه یک فامیل بسته سوخته آمده گفته میگه چه خبیخ شد، میگه باز میگه بیادر میگه از جایم خیست، میگه بروم سعی کنم کی باشه این رقم سوخته آمده، میگه یک دفعه سعی میکنم، میگه کل میگه خریدارا خوابان میگه همی هست، میگه یک دفعه پیکاده سعی کرد، میگه دختر قرار گفت، میگه اوی ماما جام گفت، میگه من سوختم شما از کجا پیداشت آمدین، گفت میگه من یک دم شناخت، میگه باز میگه از اینا پرسان کردم از خریدارا که میگه تو اینا چه رقم شده سوخت، شما اینا چه رقم کرده سوخت آن نیفت، میگه باز گفت که میگه اینا میده دشمن از بیرون یک دشمن آمده اینا کلکشته داخل خانه خواه بوده اینا را پیترول زده شویش هم سوخته دخترک خورد هم سوخته اینا کلان هم سوخته کل فامیله یک دم از دشمن از بیرون آمده اینا را در داده، گفت میگه اونا باز دخترک خورد یک ساعت دو ساعت همه قیستات شد دیگه، باز همه خلاص شد، باز دختر کلان من گفتن که در شفاخانه مزار شفاخانه سوخته است، گفتن اونجا رفت ببریم، باز شواشا باز محترم ما درباز گرفتیم، پدر نیست، ایوارایم نیست، یک تا از طرف شویم نیست، هم بچه را دو تا بیادرم کلک جدرش همه کشته راسته، یک تا زنده جان از طرف شوارم نیست، باز بیچاره شب محیطه را درباز گرفتن، از اینجا وقت اول از آن که بود ما در شفاخانه مزار رسیدیم، در شفاخانه مزار رسیدیم خواهی دخترک خلاص شد باز گفت بیادر گفت خیر است، گفت محیطه را از اینجا پس در شبران نمیبریم مردن باشه، گفت باز وقت زیاد زایی میشه، گفت بیادست ما نرم،
باز مردارم کاتشم تو گرفته رفتیم بیادر کلارم هم رفت باز گاز شدیم نمازار رفتیم رسیدیم باز یک وقت بودی از مردار تا که تم بردم در شفاخانه مزار اون چهار شب زنده بود شب پنجمش باز ده بجه نو بجه شب باز خلاص شد خانم مغفرت صمیمی بر این باور است که این قضیه به دولت واقعه آتش سوزی انتقال داده شده است، اما در حقیقت یک واقعه خشونت بر علیه خانم و خواهرش بوده است. دختر که امی عروس که به ما گفت و ما ایره باز انتقال دادم به مراجع مربوطه و مراجع کشفی که در اونا گرچی را پرسته بود که خانه سوزی هست، کدام خانه شارتی برق است به این شکل تغییر داده بودن کیسه. باز دو صورت ما آم چون تمام ادارات دولتی در جان قرار دادیم و اسنادی که ما گرفته بودم از خود ادارات دختر بود، حتی قماندانی امنی مزار هم اونا رو دیگه خب برادری خواهرای که بود اونا رو در جان قرار دادیم که اونا برن از نزدیک کیسه بگیرن و دیگه از توجه صورت بگیرن. امی بود که بالاخره اینا خود چون که یک کلانای رسفیده قوما دیگه اینا چون برزانه اتفاق مانده شده بود که گویا که خانه سوزی هست، خیلی تبتلاش کردن که گویا که خانه سوزی باشه. ما گفتیم در حال که خانه سوزی نیست، برای ما اسناد است مستند، ممری خود دختر صحبت کرده اون شب، دختر وضع خراب بود که در شفاخانه امری ما صحبت کرد، تصویرش هم اونجا از پیش ما روان کردن گرفتیم من صحبتی که ما بهش اونجا نفر توضیح ساختم که تو برو با ما صحبت میکنه تو وقت گپای زیر بگی. سیدی زیر کسای زیر بر ما عکسش آوردن بر ما رساندن که عکسش هم در کامپیوتر ماست فلانم که بسیار به حالت خرابی ساختن داشته بود که اگر امی اسنادی که گرفته شده بود اگر امی اسناد پیش ما نمی بود این دیگه وضعیت بسیار خراب ساخته بود که در حالی که سند نبود امی حقیقت پرسان نمیشد، گویا که برازو برا داده میشد، حتی او را برا داده بودن او رها بود دوباره به اثر اسنادی که پیش ما بود این اسناد دوباره دستگیر کردن و پنجه قانون تصمیم داده شد و محکمه اول هم برازو واقعا جزای سنگین برشان تعیین کردن و محکمه دوم هم فعلا در استیناف رفته باشد استیناف از او هم آمده باشه یا نامده باشه هنوز دوسیت دوران است. واقعا یک قضیه بسیار دلخراشی بود که باید اگر روز سه ماه این خوشنات ها واقعا بسیار زیاد است به اثر این خوشنات های فامیلی هست که از طریق مادر یا همشیر داماد که مداخله در زندگیشان میکنن بالاخره منجر به میشه که باعث خصوصی ها سوختاندن، بله از طرف خوشه ها سوختاندن میشه، از طرف شوهر ها سوختاندن میشن. این واقعا خیلی دردناک است وقتی از که چون از نگاه قانونیش که مقام محترم محکمه ما واقعا عادلانه برایشان قضاوت کردن تصمیم گرفتن که به دیگران یک عبرت شوه برای خود زجر شوه و فعلا به جزای اعمال خود رسیده و دوسیه فعلا هم تا دوران است شاید استیناف از شاید آمده باشه و یا در راه باشه امکان داره اونجا هست. در اخیر از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم که چه راهکارهایی برای برون رفت از این گونه خشونت‌های خانوادگی خصوصا در ساحات شمال کشور می باشد. خانم صمیمی پاسخ می دهد. راهی برون رفت به خاطر از اینکه ما یکانه خواهش ما از جامعه مدنی از نهادهای حقوقی همیست که تا ما اینا دونرایی که هستن به یه سطح توجه کمک کنن یاری برسانن و دولت یه سطح ما را یاری برسانن که تا ما بتانیم مردم آگاهی حقوقی داده شد. تا مردم از حق خود آگاهی پیدا کنند، تا یک والدین یک پدر از حق اولاد خود بخبر شود و در حال که یک مرد از حق خانم خود آگاه شود، یک خانم از حق شوهر خود آگاهی پیدا کند. یعنی بدبختی است که اونا ناگهانه پیش میرن، آگاهی از حق خود ندارن، از یک طرف بی سواد هستند، باید کورس های سواد آموزی ایجاد شود تا مردم آگاهی پیدا کنند، بتوانند حداقل یک سفید از سیاه جدا ساخته بتوانند. این حالتی است که واقعا خیلی نگران کننده است. خواستم از امازمی دولت دوباره دخترم بگه دوباره دخترم همی هست خواستم که اگر دولت قوی باشه سعی باشه غریب و بیچاره را پرسان کنه باید امور جزاش هم مثل همی دخترهای ما رو اینم دیا ایدام شد یا سوختانده شد این اینم را توقعیم کل اگه چیزم از دولت اینمی هست خواهش می نمی هست من باید همی غریب
پرسان شود که یک قسم خشونت خاطر غریبا چی نشود. ما تقریبا ورکشاپ هایی که داشتیم تقریبا از سال 81 به این طرف مدیمی هسته کار فعالیت دارم. آگاهی حقوقی گرفتیم برای قضات سران و سیبا و برای نهادهای جامعه مدنی و شوراهای مل زیست با مکاتب ها تا که از صنف 9 تا صنف 12 در مکاتب ها ما پروگرام هایی داشتیم که یک سال ها پروگرام ها بود که تا اونایی آگاهی پیدا کنن که اونا بتانن در قرار قصبات با فامیل هایشان با قرار هایشان با نزدیک هایشان که در اطراف که از اینا یک واقع رخ میده اینا آنوید برشان راهنمایی کنن و قانون مراجعه کنن و او خاطر اونا رو ما آگاهی دادیم که تا برشان کمک همکاری سهولت شود که مردم آگاهی بتن یک آسه رخ میده می حالت هایی که رخ میده اینا بتانن مرجی مربوطه رو برشان نشان بدن کجا برن و اینا چون که مردم آگاهی ندارن واقعا خیلی دردناک است قضیه است که خیلی دلخراش قضیه است. از این خاطر ما خیلی آگاهی دادیم بازم چون کفایت نمیکنه به نظر من تقریبا این ورکشاپ هایی که تقریبا 6 ماه گرفتم یا 3 ماه گرفتم اش دردی دوا نمیکنه. حداقل ما از شهر باید بیرون برایم بتونیم در قرا قصبات اولسوالی های خود که بفهمیم در اولسوالی ما بسیار بدبختی های وجود داره هنوز اونا آگاهی ندارن. این وضعیت هایی است که هنوز در پیشریشان شانسیاشن اینا روی میگیرن. پس چی رسد که اونجا صحبت هاشا یگانه تقاضای ما از دولت هم همیست که در مساجد ها و شورای علما اونا از طرف دولت باید برزنا تفهیم شود که تا اونا در محوظه های خود روزای جمعه برزنا باید تبلیغ ها صورت بگیره زیادتر نسبت به دیگه مردم از مولای سیبار زیادتر میشنوند که مسئلت خدا داره به ایش نمیمانه بخاطر از که اونا بفهمند درک کنند کسان که مردها در مسجد میرن و اونا یک چیز یاد بگیرن حداقل به خانم هایشان فهمونده میتونن میگن که خانم امروز در مسجد من رفتم تو یک تبصره بوده برای خانم ها حالا حق خوش مایی به شکل بوده یا حق اولاد ما به شکل بوده ما باید اولاد خود به مکتب بریم یا به مدارس ها بریم که حداقل یک سبیا موزن به نفع ماست به نفع جامعه ها بوده. یعنی در عرصه همین که چیزی که اینا میاموزن میتونن که اینا در محفل ها در گردمایی ها در مثلا در بین خود در نفر 20 نفر تو میشینن در هر کوچه میشینن نفر ها میشینن بینم صحبت میکنن امکان داره بر صحبت شوه می کم کم چیزه شوه. هدف ما میست که ما زمانه که اوتو گفتنم میتونم که باز هم عدالت سابق بسیار زیاد خوب است ما پیشرفت کردیم از این بعد هم تقاضی میداریم که چون خوبتر بیشتر رشد کنه بیشتر مردم آگاهی پیدا کنه بفهمن در قانون بفهمن بخاطر که آنها آگاهی از قانون ندارن اگر تبلیغات صورت بگیره آگاهی برای چند داده شود اینا آیسا آیسا قدم به قدم اینا پیش میرن امی حالات کم میشه بخاطر که اگر ما باز هم ما بگیم به ما چی و یک برادر خواهر ما بگه به ما چی و فکر نمیکنم که وطن ما به مالات بدبختی خود باز زیادتر شده میره و زیادتر افزایش خشونت ها افزایش پیدا میکنه یا از کاهش پیدا کنه افزایش پیدا میکنه. امی آگاهی و مسئولیت خود داره به خاطر اینکه باید دولت حمایت کنه. تا زمانی که دولت حمایت نکنه میبینی که وضعیت هم به این شکل است. ما وطن خود نمیتونیم که بریم به قرا قصبات به خاطر که ناامنی هم وجود داره در قدم اول باید اهمیت ما تامین شود ما بتونیم که خوبتر بهتر مردم خود آگاهی بدیم. تا زمانی که مردم آگاهی پیدا نکنه فکر نمی کنم که ما شما و افغانستان ما وطن ما پیشرفت کنه. بینندگان عزیز هرگاه شما نیز خواستار نشر واقعات جنایی، قضایی و یا حقوقی خود از طریق تلویزیون سبا می باشید می توانید با آدرس های زیر با ما به تماس شوید. شماره تماس 0796-01-9868 ایمیل آدرس adolat@sabasind.org. این برنامه از طرف دیدبان حقوق اساسی افغانستان برای شما تقدیم گردید.